این اولین بار پس از طوفان انقلاب بود که سالگرد قیام سی‌تیر به شکل علنی برگزار می‌شد. پهلوی‌ها در طول حکومت خود آنقدر سرکوب کرده بودند که حالا با رفتن آنان در هر فصل سال چند سالگرد مختلف از کشتارها و سرکوب‌های پهلوی برگزار می‌شد. سی‌تیر 1331 اولین قیام بزرگ مردمی بر علیه محمد رضا پهلوی در تهران بود. در سالگرد سی‌تیر صدا و سیما در جستجوی آنچه رخ داده بود برای اولین بار به سراغ کسانی رفت که از نزدیک با این واقعه آشنا بودند. برخی از نیروهای لیبرال و ملی‌گرا سعی کردند در فضای فعلی این بزرگداشت به خصوص را بیشتر به قصد ارزندام در برابر پیروان امام خمینی انجام دهند. در مراسم امروز که به منظور بزرگداشت راه شهیدان 30 تیر 1331 بود، گروه‌ها و دستجات مختلف سیاسی شرکت کرده بودند. البته از طرف گروه قلیلی متاسفانه برای ورود چند گروه سیاسی به محوطه میدان بهارستان مزاحمت‌هایی به عمل آمد. در واقع تفرقه افکنان سی‌تیر را به عنوان واقعی در برابر 15 خرداد مطرح می‌کردند. آنم در حالی که مردمی که در سی‌تیر به شهادت رسیدند باز هم تحت رهبری دینی آیت الله کاشانی به خیابان آمده بودند. برنامه بزرگداشت سالروز نهضت مقدس 30 تیر ماه سال 1331 امروز در میدان بهارستان. به مناسبت 30 تیر نیروهای جبهه ملی تظاهرات نیز در میدان بهارستان ترتیب دادند که صدا و سیما آن را منعکس کرد. اما برخلاف انتظار نیروهای لیبرال، مردم باز هم بر علیه آمریکا شعار می‌دادند. هنوز مردم ایران خاطر داشتند که علت اصلی سرکوب‌های پهلوی حمایت آمریکا بود. بر مزار شهدای سی‌تیر نیز مراسمی برگزار شد. مردم آنجا هم در شعارهای خود نهضت امام خمینی را عامل اصلی آزادی فعلی اعلام کردند. همانطور که اشاره کردند 30 تیر از در شرکت نفت نیز که توسط حسن نظیر چهره جنجالی لیبرال ها در این روزها اداره می شد مراسمی برگزار شد که به جز خود نظیر، داریوش فروهر، بنیانگذار حزب ملت ایران، از احزاب ملی‌گرا نیز به عنوان سخنران به این مراسم دعوت شد. سلطه استعمار را بار دیگر در میان این مردم استقرار دهد. حزب ملت ایران همچنین بازسازی قبرستان شهدای سی‌تیر را هم در دستور کار خود قرار داد. اینجا بخشی از گورستان شهدای 30 تیر ماه است. من از طرف حزب ملت ایران مأمور شدم که در اردیبهشت ماه اقدام کنیم برای بازسازی آرامگاه شهدای سی‌تیر. ساختمان قدیمی که داشتن قابل استفاده نبود، چون در عرض 30 سال گذشته اجازه نمیدادن که کسی بیاد اینجا مراجعه بکنه، حتی فاتحه بخونه. در وزارت خارجه وزیر خارجه فعلی ابراهیم یزدی بعد از بیش از 1 ربع قرن توانست عکس سید حسین فاطمی وزیر خارجه مصدق را بر دیوار وزارت خارجه در کنار عکس دیگر وزرای خارجه ایران نصب کند. در دوره پهلوی عکس فاطمی روی دیوار وزارت خارجه نصب نمی‌شد، چون فاطمی از مخالفان سلطنت پهلوی بود و بعد از کودتای 28 مرداد به دستور محمد رضا پهلوی اعدام شده بود. دوشنبه اول مرداد گروهی که منافقین موسوم به مجاهدین خلق نشریه خود را به نام مجاهد برای اولین بار منتشر کردند و به جمع جریانات سیاسی مختلفی پیوستند که در این روزها روزنامه و مجله منتشر می‌کردند. هدف اثرگذاری بر انتخابات خبرگان قانون اساسی بود که 2 هفته دیگر در نیمه مرداد برگزار می‌شد. در روزهای پس از انقلاب همواره راه اندازی مجدد نماز جمعه یکی از اهداف اصلی انقلاب بود.
من در سفری که به قم رفتم یکی از پیشنهاداتم از آیت الله خمینی بود که نماز جمعه در این شرایط ترکش مشکله، و خوشبختانه همین یک ساعت قبل از قم شون آزادشون تلفنی کردن به من که این نماز جمعه رو در تهران باید اقامه کنید. پیش از برگزاری نماز جمعه، آیت الله طالقانی در یک برنامه تلویزیونی بر روی اهمیت نماز جمعه تاکید کرد. نماز جمعه در اسلام نماز رسمی است و باید امام جمعه و خطیب جمعه نماینده رهبر اجتماع باشه، ولی وقتی که ولایت شرعی و الهی در بین مردم باشه دیگه تعطیلش کار مشکلی. با رهبری علمای دین و رهبری مثل حضرت آیت الله خمینی به نظر من ترک نماز جمعه مشکل. در اول جمعه ماه رمضان برابر با روز پنجم مرداد بالاخره این هدف تحقق پیدا کرد. زمین چمن دانشگاه تهران که در روزهای انقلاب محل تجمع گروه‌های مختلف سیاسی شده بود، به عنوان محل برگزاری نماز جمعه انتخاب شد. حضور مردم در اولین نماز جمعه پس از انقلاب بسیار گسترده بود و تنها تصویر هوایی میتوانست ابعاد این حضور را بازتاب دهد. تمام زمین چمن دانشگاه تهران و تمام خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران تا مسافات زیادی از جمعیت موج می‌زد. اولین نماز جمعه تهران را آیت الله طالقانی برگزار کرد. همکنون حضرت آیت الله طالقانی به طرف سجاده نماز در حرکت هستند تا نماز جمعه رو به جا بیارند. از آن پس نماز جمعه به مهمترین آیین سیاسی مذهبی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. شنوندگان عزیز توجه دارن که صدای جمهوری اسلامی ایران مستقیما پخش میکنه. از طرف دیگر حل مسئله مسکن یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولین از ابتدای پیروزی انقلاب بود. این خانه‌ای که 50 دستگاهی که در حال ساختن هست، مطابق همین دغدغه‌ها بود که بانک ملی برای مردمی که خواهان خرید مسکن بودند، وام‌هایی با شرایط مناسب در نظر گرفت. موافقت به عمل آمد که مدت وام افزایش پیدا بکنه به 15 سال و همچنین برای اینکه اقساط ماهانه آن کاهش پیدا بکنه، تصمیم گرفته شد که اقساط ماهانه 5 سال اول رقم کوچکتری به تشکیل بده، کوچکتر از 5 سال دوم، و اقساط 5 سال دوم هم کمتر از 5 سال سوم. بنیاد مسکن که از 21 فروردین 1358 تشکیل شده بود نیز حالا برنامه‌های مفصلی را که برای خانه‌دار شدن مستضعفین در بنیاد مسکن طراحی شده بود با مردم ایران در میان. از سوی شهرداری تهران نیز بسیاری از حاشیه‌نشینان در دوران پس از انقلاب اجازه پیدا کرده بودند در زمین‌های خارج از محدوده شهرسازی خانه بسازند. نقشه شهر تهران هستش. در اینجا بخش‌های شرکت برق منطقه تهران مشخص شده. این مسئله در تأمین برق تهران خصوصا در فصل گرما اثر گذاشت. فعالیت خانه‌سازی در خارج محدوده آزاد شد. مردم که به یک باره این امکانات رو پیدا کرده بودند به فعالیت وسیعی در سطح جنوب شهر برای ساختن خانه‌ها روی زمین‌هایی که داشتن اقدام کردند، و به طوری که در یک بخش شهباز به طوری که آمار ما نشون میده حدود 25,000 خانه از سال گذشته تا کنون ساخته شده. یکی از برنامه‌ای که مدیران برای تأمین برق از زمان رژیم سابق پیگیری می‌کردند نیروگاه اتمی بوشهر بود. آلمانی‌ها در دوره پهلوی برای تأمین کارپورت‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و خصوصاً تأمین برق اتمی در بوشهر با ایران قرارداد بسته بودند. اما بعد از انقلاب گروه‌های چپ‌گرا و نیز دولت موقت نسبت به انرژی اتمی موضعی منفی گرفتند. فریدون صحابی پسر یدالله صحابی
از مسئولین دولت موقت که ریاست سازمان انرژی اتمی را به عهده داشت خودش از مخالفان انرژی اتمی بود. داشتن یک صنایع پیچیده و دقیق در یک کشورهای پیشرفته کرده مثل ایران و در کشورهایی که اصولاً صنایع تعمیری در مراحل اولیه و مراحل ابتدایی میشه، حفظ و نگهداری همچین صنایع پیچیده اتمی پس این کنیم که چقدر کار مشکل و چقدر کار عدم. اصولاً شبکه برق سراسری ایران داره یک مقدار ظرفیت محدودی است از نظر میزان انتقال در قدرت انتقال انرژی که کمتر از 2400 مگاواته. یک مرتبه از یک جا از یک نقطه 2400 مگاوات برق وارد این شبکه بشه، این شبکه نخواهد کشید. روزنامه جمهوری اسلامی نیز که توسط جناح چپگرای حزب جمهوری اسلامی اداره می شد موضع مثبتی نسبت به انرژی اتمی از خود نشان نداد. در نهایت نهم مرداد 1358 شرکت کرافت فورد یونین زیر مجموعه شرکت آلمانی زیمنز که طرف قرارداد ایران برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر بود به کار خود در ایران پایان داد و نیروگاه اتمی بوشهر را نیمه کار رها کرد. ایران تا به حال 5.5 میلیارد مارک آلمان غربی برابر با 3 میلیارد دلار آمریکا در آن سالها خرج دو نیروگاه در بوشهر کرده بود که حالا این پول کلان به هدر می رفت. بدتر این که شرکت آلمانی قصد داشت معادل 550 میلیون دلار علیه ایران ادعای خسارت کند. اما در حال هوای انقلابی کشور این سوء مدیریت دولت موقت چندان دیده نشد. در سیاست خارجی چین پاکستان را واسطه کرد تا عذرخواهی خود را بابت سفر به ایران در دوران اوج کشتارهای پهلوی تقدیم امام کند. با عذرخواهی چینی ها راه ارتباط مجدد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین دوباره گشوده شد. با وجود گسترده تر شدن روابط خارجی جمهوری اسلامی شایعات پخش شده بود که غربی ها در حال حمایت از شاه برای بازگشت به قدرت هستند. به خصوص این شایعات در منطقه غرب کشور شدت گرفته بود. هیچ خبری در این منطقه نیست چیم. جمشید حقگو استاندار آذربایجان غربی در این باره و نیز درباره شایعاتی که درباره بحران غرب کشور پخش شده بود با مردم ایران صحبت کرد. اینا همه دروغه، در این منطقه همچرفایی نیست. من کاملا آگاهی دارم یه ناامنی هایی هست در منطقه و ناامنی حتی اونا هم تصنعیه، یعنی جدی نیست. یعنی ما از مسئله عدم امنیت منطقه نمیترسیم، چیزی نیست که واقعا امنیت کشور را تهدید بکنه. یکی از دلایل شایعاتی که پخش میشد این بود که شاپور بختیار آخرین نخست وزیر پهلوی بالاخره مخفیانه از ایران فرار کرده و خودش را به پاریس رسانده بود. او در اولین گفتگوی خود با رسانه‌ها ایران را کشوری آشوب زده معرفی کرد و برخلاف دیگر نخست وزیران پهلوی اعلام کرد که با جمهوری اسلامی مبارزه خواهد کرد. There is no state in Iran. Mr. Bazargan himself are telling you again and again has told there is no one government. There is a lot of government. One of them are Mr. Bazargan government. What is your role and the future of Iran? That is up to the lots of things. I see. I can tell you. I am going to fight as I have fought during 30 years. در این روزها آیت الله بهشتی با حضور در تلویزیون برخی از مسائل مربوط به انتخابات پیشرو یعنی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را با مردم در میان گذاشت. در ابتدا این عضو شورای انقلاب توضیح داد که چرا مجلس خبرگان از تعداد نمایندگان کمتری نسبت به مجالس دیگر برخوردار است. و بگیم هر 100,000 نفری از مردم یک نماینده انتخاب کنند. به این ترتیب تقریبا در مجلس آینده مؤسسان حداقل 350 تا 60 نفر نماینده منتخب بیاد. آیا حد یک اصلی رو که در یک چنین مجلس 350 یا 60 نفری مطرح میکنیم آیا واقعا به همه کسانی که میخوان درباره این اصل صحبت کنند و اظهار نظر کنند فرصت صحبت بدیم یا محدود کنیم؟ محدود کنیم همونجا فریاد برمیارن که عجب این چه دموکراسی و چه آزادی شد. اگر بخوایم فرصت بدیم
خب ما تجربه داریم که وقتی فرصت میدیم و واقعا هم میخوایم هر فردی اظهار نظر بکنه، باید گاهی چندین روز برای تصویه اصل معطل بشیم. من نمیدونم آیا ملت انقلابی ما معتقد است که ما در این مرحله حساس از انقلابمون فرصت داریم یک سال، دو سال، سه سال وقت صرف کنیم برای تصویه قانون اساسی. برای حدود هر 500 هزار نفر از مردم ایران یک فرد صاحب نظر رو بگردید انتخاب کنید، به طوری که مردم بتونن حدود 60 تا 70 نفر صاحب نظر رو انتخاب کنن. از این گروه 60 تا 70 نفره که محدود هستن خواسته بشه که اینها در اسرع وقت، حتی الامکان در مدت یک ماه، رسیدگی خودشونو در جلسات پیاپی صبح و عصر و شب ادامه بدن. آیت الله بهشتی همچنین مهمترین معیارهای اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی را که مردم باید با در نظر گرفتن آنان دست به انتخاب بزنند روشن کرد. مردم ما در انتخاب نمایندگان خبره‌ای که اون کارشناسان قابل اعتمادی که به این مجلس میاد توجه کنند که این کارشناس ها باید کارشناس هایی باشن که اسلام رو خوب شناخته باشن، چون اگر یک حقوقدانی بیاد که با اسلام آشناییش کافی نباشه، این اونجا حتی اظهار نظرهای حقوقیش چندان مفید نخواهد افتاد. چرا؟ برای اینکه او اصلا از یه زمینه فکری دیگر، از یک دیدگاه دیگر حرف میزنه. اگه یک کسی میاد که درباره اسلام اطلاعاتی داره اما خودش نسبت به اسلام اعتقاد قلبی راسخ نداره، یا اسلام را به عنوان یک نظام اجتماعی که امروز قابل اجرا هست قبول نداره، میگه اسلام یک دینی هست محترم ولی قوانین و قواعد اسلامی برای امروز مردم قابل اجرا نیست، عملی نیست یا سودمند و مفید نیست، اینا نمیتونن بیان درباره قانون اساسی نظر بدن. انتخابات خبرگان قانون اساسی نزدیک بود. خبرنگار صدا و سیما درباره دومین رای گیری در کشور به مردم گزارش داد. حدوداً بیش از 20 میلیون نفر واجد شرایط خواهند بود که در رأی‌گیری روز جمعه از 6 صبح تا 6 بعد از ظهر شرکت کنند. مردم درباره معیارهایشان در مورد نامزدهای خبرگان قانون اساسی نظرات متفاوتی داشتند، اما اکثراً خواهان نامزدهای اسلامی بودند. من کاندیدام بر مبنای همون 100% اسلامی انتخاب میکنم و انشالله موقعی که تمام کاندیدا اسلامی بودن، اسلام حقیقی پیاده شد، مسئله آب و نان و مسکن و آموزش همه حل میشن. افرادی اینو بررسی بکنن و تصویب بکنن که دارای صلاحیت باشن و قوانینو طبق قرآن و مفاد نهج و بلاغه پیاده بکنن، انشالله اون قسط اسلامی انجام میگیره و اون خواست همه که حتی بعضی هم فکر نون و آب و این حرف هستن، انشالله اون عملی میشه. بنده در این لحظه حساس به نام رئیس انجمن نظارت انتخابات تهران، مسئولین برگزاری انتخابات نیز از مردم خواستند تا در انتخابات خبرگان قانون اساسی شرکت کنند. هیچ محدودیتی برای مردم در انتخاب نمایندگان خود وجود نداشت و انتخابات کاملا آزاد برگزار شد. در دوره پهلوی چون انتخابات جنبه سوری و غیر واقعی داشت، آموزش‌های مربوط به انتخابات در تلویزیون پیگیری نمی‌شد. اما حالا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای اقشار انبوهی از مردم که برای نخستین بار قرار بود به نمایندگان خود رأی بدهند، باید اصول صحیح رأی‌گیری را آموزش می‌داد. بخش اول یادآوری شیوه درست اخذ رأی به مسئولان شعب اخذ رأی بود. همطور که اطلاع دارین در تهران بزرگ 2200 شعبه اخذ رأی هست. دو تا مهر در اختیارشون گذاشته شده. مهر فلزی روی لاک میخوره، برای اینکه اگر مهر پلاستیکی رو بزنن میسوزه. از این تعرفه ها که به صورت سه قسمت جداگونه درست شده، از این تعرفه در اختیار منشی ها هست، میاد و اسم خان نام خانوادگیشو اینجا یه نفر از منشی ها می نویسه، شماره شناسنامش هم می نویسه. بخش دیگر از آموزش تلویزیونی آموزش به مردمی بود که قرار بود نماینده های خود را به مجلس خبرگان قانون اساسی بفرستن. 10 تا ما جا گذاشتیم، یعنی در حوزه تهران 10 نفر میشه انتخاب بکنید و بنویسید، ولی اگر یکی نفر 11 بنویسه 11 قرائت نمیشه. تا
ده نفر فقط، چون سهمیه استان تهران ده نفر است، فقط اون ده نفر قرائت میشه. تبلیغات شروع شد. حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین خلق، گروه های سکولار و لیبرال هر کدام لیستی دادن و گروه های مثل چریک های فدایی خلق، حزب پانیرانیست و جبهه دموکراتیک ملی انتخابات را تحریم کردند. از بامداد 12 مرداد انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار شد. افرادی که متصدی کار هستند، چه از طریق فرمانداری، چه افرادی که ناظر هستند، واقعا خوبند. هیچ نفسی رو مشابه نگرفته نیست. هیچ نفسی نیست. 100% خوب. قبلا تمام نمایندش همه فرمانشی بودند. بعد صندوق رو می نوشتن و می بردن بیرون. اصلا آماده بود که معلوم بود کیا بودن و الان اونا که ما میخوام رای بدیم از قبل، یعنی چون کرمانی هستیم اینا، ما اکثرشون کرمانی هستن، تمام شناخته شدن. همان روز آیت الله طالقانی در نماز جمعه تهران اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی توسط افراد صالح نگاشته شود. ما امیدواریم که این حرکتی که امروز انجام شد، عده‌ای از مردان صالح با آشنایی به حوادثی که اطراف ما می‌گذرد و آشنایی به اراده خدا و مشیت الهی و اصول قوانین قرآن و اسلام بتوانند قانونی تنظیم بکنند که همه مردم را رو به سعادت و تزکیه و تسبیح پیش ببرد. در پایان آن روز حزب جمهوری اسلامی اکثریت خبرگان قانون اساسی را به دست آورد. من از ستاد مرکزی انتخابات واقع در وزارت کشور با شما صحبت میکنم. در پایان دیدار آقای نخست وزیر از ستاد مرکزی انتخابات در وزارت کشور، نظر آقای صادق طباطبایی رو در مورد انعکاس خبرهای انتخابات روز گذشته در کشورهای جهان جویا شدیم. روزنامه هایی که عمدتاً وابسته به جناح صهیونیست هستند، مثل اکثر روزنامه های آلمان که مخبر آلمانی هم اینجا هست، اتفاقاً همین الان یک تیکه‌ای بهش گفتم در گزارش امشبش منعکس بکنه. اکثر این روزنامه ها طبیعی است که همون انادی که با انقلاب ایران دارند، اناد رو همیشه به کار میبرن. اگر هیچ وقت مطلبی پیدا کنن، مطلب جعل میکنن. میدونید که چند سازمان اعلام کردن که در رفراندوم در انتخابات شرکت نمیکنن. اینها آمدند اکثریت عظیم ملت ایران رو وابسته به این سازمان‌ها و دستجات دونستن و من به ایشون با صراحت گفتم من تصور نمی‌کنم تمام این سازمان‌هایی که اعلام کردن در انتخابات شرکت نمی‌کنن تعداد اعضایشون رو همدیگه از 500 نفر زیادتر باشه. در خارج باز یک نوع دیگه هست که بعضی از مطبوعات و بعضی از رادیوهای خارج به این مسئله اشاره کردن که این اولین انتخابات آزادی بوده که در طول تاریخ ایران در ایران صورت گرفته. نتیجه انتخابات بسیار معنادار بود. 10 رأی اول تهران که به مجلس خبرگان راه پیدا کردند عبارت بودند از سید محمود طالقانی، ابوالحسن بنی صدر، حسین علی منتظری، علی گلزاده غفوری، سید محمد بهشتی، عزت الله صحابی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، عباس شیبانی، علی محمد عرب و منیره گرچی. این یعنی در تهران عیناً همان فهرستی که حزب جمهوری اسلامی و دیگر گروه های خط امام معرفی کرده بودند رأی آورده بود. آخرین رأی تهران که به مجلس راه پیدا کرده بود، یعنی علی محمد عرب، یاد بود که حزب جمهوری اسلامی او را به نمایندگی از کارگران پیرو امام خمینی در فهرست خود قرار داد. مردم در این انتخاب خود همچنین بالاترین آرا را به روحانیون دادند و عملا تدوین قانون اساسی را به روحانیت سپردند. از جمع 72 نماینده که در سراسر کشور به مجلس خبرگان راه پیدا کردند، 58 نفر دارای تحصیلات حوزوی بودند. گروه که منافقین موسوم به مجاهدین خلق تنها وقتی شکست خوردند و نتوانستند مسعود رجوی را راهی مجلس خبرگان قانون اساسی کنند، آزادی در فضای انتخابات را انکار کرده و کمیته‌های انقلاب را متهم کردند که علیهشان کارشکنی کردند. آنم در حالی که این در واقع مجاهدین بودند که با نگهداری سلاح اقدام به قانون شکنی و تهدید جمهوری اسلامی می کردند. حالا که این گروهک رأی نیاورده بود، سلاح آنان جنبه خطرناکتری پیدا می کرد. در برابر همین گروه های مختلف ضد انقلاب بود که در روز 15 مرداد امام آیت الله علی قدوسی را
به سمت دادستان کل انقلاب منصوب کرد. علی قدوسی در گام اول روزنامه آیندگان را توقیف کرد که مهمترین تریبون نیروهای سکولار بود. دادستانی سندی را پیدا کرده بود که نشان می‌داد داریوش همایون مؤسس آیندگان از میرزری معاون نمایندگی اسرائیل در تهران برای راه اندازی آیندگان در ایران پول گرفته و قول داده که مطالب روزنامه همیشه علیه اعراب و به نفع اسرائیل باشد. اما برخورد دادستانی انقلاب با مطبوعات صرفاً محدود به روزنامه‌های سکولار نبود. محمد منتظری فرزند آیت الله منتظری و از نیروهای خط امام روزنامه پیام شهید را منتشر می‌کرد که به خاطر حمله به دولت توسط دادستانی انقلاب تعطیل شد. ما روزنامه پیام شهید که مربوط به محمد منتظری است که البته سوابق زندان و عرض کنم که مبارزه با طاغوت رو من خودم از او سراغ دارم و ایشون چون روزنامه‌اش دیدم که تضعیف دولته و حمله به دولته، بنابراین حتی نسبت به او دستور توقیف دادیم و حتی شماره هاش هم جمع‌آوری کردن و تعداد زیادی است که الان اینجا هست. برای ما خلاصه هیچ فرق نمی‌کنه. همزمان اهداف ترور ضد انقلاب تغییر کرده بود. حالا نیروهای جهاد سازندگی هم هدف قرار می‌گرفتند. زاهدان شاهد پرشکوه‌ترین مراسم برای بزرگداشت شهادت شهدا ولی الله نیکبخت بردیجی هستند. ولی الله نیکبخت یکی از مهندسین انقلابی بود که برای آبادی بلوچستان در جهاد سازندگی به آنجا رفت، ولی در کنار یکی از همراهان خود به نام امام بخش ریگی هدف ترور ضد انقلاب قرار گرفت. نیکبخت راحت ادامه دارد. ما شاهد راهپیمایی مردم زاهدان و تمام مردم سیستان و بلوچستان بودیم، اهم از شیعه، سنی، بلوچ و فارس، زیرا که خدمات مهندس ولی الله نیکبخت متعلق به گروه خاص و دسته خاصی نبود و اینک همسر شهید نیکبخت هستند. اولا با درود به کلی شهدای راه و حق و آزادگی و این دو شهید جدید سازندگی، مهندس ولی الله نیکبخت و آقای امامبخش ریگی. نیکبخت اینجا استاد دانشگاه بودند و از زمانی که فوق لیسانسشون رو می‌خواستن بگیرن تعهد کردند که اینجا بیان، البته با خواست خودشون، برای خدمت منطقه سیستان و بلوچستان و با تمام نیروشون 24 ساعت حتی میتونم بگم که اینجا کار میکردن و خدمت میکردن. یکی از مصدومین این حادثه شرح موقعه را برای خبرنگار صدا و سیما و مردم ایران توضیح داد. به من آقای شهید ریگی گفت که مواظب باش به تویوتا نخوری تو این پیچه. گفتم خیلی خوب، ولی اونا از قبل کمین کرده بودن برای ما و ما رسیدیم اونجا، دیدم جاده رو اومدن از ماشین پایین جاده رو بستن. من گفتم که مهندس من میرم. گفت نه نرو، چون من حسابی کردم که اینا ما رو میکشن، بالاخره ما بیا دوتا از اونا رو بکشیم بعد چهار تا کشته بشیم. گفتن وایسا. تا من پا زدم روی ترمز که ماشین میخواست وایسته، ماشین یه مقدار رفت جلو، اونا یه رگبار بستن به طرف من که راننده بودم. همزمان غرب کشور نیز دوباره بحرانی شد. یکی از کسانی که در انتخابات خبرگان قانون اساسی رأی آورده بود عبدالرحمن قاسملو، سرکرده حزب دموکرات بود که ناگهان جنگ علیه جمهوری اسلامی را کلید زد. او به همکاری حزب کنگره به شهر پاوه حمله کرد و سعی کرد این شهر را اشغال کند. در داخل پاوه تنها چند صد نیروی ژاندارمری و سپاه در حال مقاومت بودند. در منطقه نوسود هستیم و با آقای دکتر چمران نماینده خاص نخست وزیر گفتگویی داریم در مورد موقعیت پاوه. مصطفی چمران به نمایندگی از دولت موقت به پاوه آمده بود تا از نزدیک بر عملیات نیروهای انقلاب در پاوه نظارت کند. با مقاومت نیروهای پاوه، گروهک‌های کومله و دموکرات نتوانستند پاوه را تصرف کنند، اما پاوه کاملا محاصره شد.
در جریان محاصره عده زیادی از مدافعان شهر شهید شدند. اما بدترین قسمت حمله تروریست ها به رهبری قاسملو و عزت‌الدین حسینی به بیمارستان پاوه بود که منجر به تلفات وسیع شد. یه تعداد در داخل بیمارستان شهید شدن و دیگه مهمات ما شب آخر بود که به اتمام رسید و بازم تو صبح مقابله کردیم با اون نیرویی که داشتیم، ولی صبح دیگه نمیتونستیم وایسیم. بله، صد متری بیمارستان که به حساب سپاه پاسدار داشت میومد بیرون، بستن به رگبار که الان 30 تن از برادران پاسدار به شهادت رسیدن که الان اجسادشون اونجا ریخته. شهدایی رو که تا به حال شمارش کردن 25 تا بودن در محوطه بیمارستان، البته فقط تعدادی هم از زخمی شدگان درگیری بیمارستان در داخل شهر پس از عقب نشینی کشته شدن. من در حدود نیم ساعت قبل از شهید شدن یک به یک برادرامون که در حین جنگیدن در محوطه بیمارستان پاوه بودم، در ستاد بودم که به من تلفنی یکی از برادرانم به نام بیژن بردباری به من خبر داد که امکان شهید شدن ما زیاده و خواهشی کرد که از من یه پیامی برای ملت ایران و حتی برای امام به من داد که من این پیامو برسونم به همه ملت، و خواهشش این بود که از یکی به یک مردم ایران، خواهران و برادران، حتی پدران و مادران بخوایم که مردم بدانید که شهدای ما در پاوه بدون سلاح برای حفظ انقلاب و حفظ دینمون، ما بدون سلاح جنگیدیم. بود او بیمارستان همه مجاهدان زدن، بدبخت شدین، خانه من خراب کردن، رفتن خانه برادر من از طالب بیمارستان بوده، همش تالان کردن، طلای زنش بردن، پولشان بوده بردن، هیچ کس نمیتونست از خانه بره بیرون. آقا با او خدا این بدبختی با پاوه کردن، تا حالا به هیچ شاره نکردن. خبر کشتار در پاوه مردم را خشمگین کرد. چرا بعد از انقلاب ما انقلابی عمل نکردیم؟ به خاطر اینکه دولت من انقلابی نبود. یعنی مسئول و مسبب دولت هست؟ دولت هستن بعد از مثل آقا بهسه انقلابی رفتار نکردن اینطوریش. دولت بیشتر مقصر بوده، چون این همه توده های چند میلیونی پشت سر دولت وایستدن. هر دولت دیگه ای بود خیلی بهتر از این، خیلی باطل‌تر از این. الان 7 ماه از این انقلاب داره میگذره، این رؤسای ما چند دور نشستن پشت میز. چرا که ما میخوایم بریم جهاد زدندگی، نه پیشگام نمیگن که ما بریم پشت سرشون. چرا اینقدر که ادای ریاست اینقدر چیز میکنن؟ چرا خودشون نمیخوان جلو به من نمیخوان منم بریم؟ یکی هم دولت با ما اگر زنا اجازه بدی ما میریم جمع میکنیم این قاتل رو پیدا کنیم که اسم بچه‌ها ما رو کشتن. امام نیز روز 26 مرداد 58 فرمانی صادر کرد و به دولت و ارتش و ژاندارمری هشدار داد که اگر تا 24 ساعت باغ وای مجهز به سمت پاوه حرکت نکنند، همگی آنان مسئول وقایع پاوه دانسته خواهند شد. امام در این فرمان به سرلشکر محمد حسین شاکر رئیس جدید ستاد مشترک ارتش دستور داد که بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سمت پاوه حرکت کنند. امام به دولت نیز دستور داد تا برای حرکت پاسداران به پاوه تجهیزات لازم را مهیا کند. اما امام صرفاً به یک پیام مکتوب اکتفا نکرد. این بار امام با لحن محکمی بر علیه تروریست ها سخن گفت. اشداء علی الکفار رحماء بینهم این توطئه‌گرها در صف کفار واقع هستند. این توطئه‌گرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند. با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار میکنیم. مهلت میدهیم به این دست های فاسد و این اعلام آخر است. و اگر چنانچه در کار خودشون تعدیل نکنند و
و به ملت بر نگردند و دست از توطئه ها بر ندارند، خدا می داند انقلابی عمل می کنند. پیام صریح امام آغاز مرحله جدید در دوران انقلاب بود. پس از طوفان انقلاب، حالا زمان قاطعیت در برابر ضد انقلاب فرا رسیده بود. قاطعیتی که پاوه در این روزها به شدت در انتظارش بود.